سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر این جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، همچنان از استودیوی تفسیر خبر در لس آنجلس آفتابی و گرم با شما عزیزان خواهم بود در ساعت روبرو، ساعت 9:30 شب به وقت تهران. در این شماره از برنامه تفسیر خبر میهمان ما آقای حسن دایی خواهند بود. میپردازیم به نقش جمهوری اسلامی در تروریسم چه در عرصه منطقه و خارج از منطقه. نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در آرژانتین میگذرد، قتل یا آنچه که خودکشی دادستان آرژانتین نامیده شده در ارتباط با عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در آرژانتین و همچنین نقش جمهوری اسلامی در تروریسم در اروپا و مرور می‌کنیم روند فساد مالی در جمهوری اسلامی و ریشه‌های آن را و نقش سپاه پاسداران در این زمینه را. همچنان که اشاره کردم با من و شما هستن در ساعت پیش رو آقای حسن دایی از نیویورک. تا لحظاتی دیگه. آقای دایی از لس آنجلس آفتابی و گرم، سلام به شما در نیویورک سرد. سلام آقای چالنگی عزیز و درود به همه هموطنان. آقای دایی از آرژانتین شروع کنیم. اینکه دادستان آرژانتین آقای نیسمان به قتل رسیده یا گفته میشه خودکشی کرده، در حالی که فردای اون روز قرار بوده بره شهادت بده، سخنانی بگه درباره نقش جمهوری اسلامی در انفجار مرکز یهودیان آرژانتین. چقدر شک برانگیز این قتل و نقش جمهوری اسلامی واقعا در این ماجرا چه بوده؟ عملیات تروریستی آرژانتین. بله، عرض کنم که پرونده عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در آرژانتین دو پرونده است. یکی 1992 حمله تروریستی سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس در آرژانتین که عده زیادی کشته شدند و بعد از اون آنکه هولناکتر بود، دو سال بعد حمله انتحاری با یک کامیون به مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس که به پرونده آمیا معروف شده، مرکز فرهنگی یهودیان، 80 و چند نفر کودک و زن و کسانی که مشغول نیایش بودن در اونجا کشته شدن، نزدیک 300 نفر هم زخمی شد. خب در آغاز هم جمهوری اسلامی مظنون اصلی بود تا اینکه دادستان آرژانتین آقای آلبرتو نیسمن در سال 2006 پرونده رو تکمیل کرد و به طور رسمی جمهوری اسلامی رو به دخالت در این عملیات تروریستی در طراحی و اجرای این عملیات توسط حزب الله لبنان متهم کرد و حتی پلیس بین‌المللی رو هم قانع کرد که مقامات جمهوری اسلامی، یعنی هاشمی رفسنجانی، فلاحیان، علی اکبر ولایتی و من جمله احمد وحیدی که اون موقع رئیس سپاه قدس بود که الان قاسم سلیمانی هست، اینها رو متهم کرد. خب این پرونده که طبیعتاً هیچ موقع به نتیجه‌ای نرسید چون نمیتونستن محکوم بکنن، ولی کش و قوس زیادی داشت. رؤسای جمهور مختلف آرژانتین که اومدن بنا به مصالح اقتصادی یا سیاسی پرونده رو بهش اهمیت دادن یا بردنش در محاق، تا اینکه این رئیس جمهور
جدید آرژانتین از سال گذشته، چون دو کشور آرژانتین و برزیل با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی خیلی خوبی دارن و روابط اقتصادی آرژانتین با جمهوری اسلامی بهتر شده، به دنبال معاملات هستن. رئیس جمهور آرژانتین برای اینکه این پرونده رو روی میز برداره یه پیشنهادی داد پارسال که ما با خود جمهوری اسلامی بیایم این پرونده رو حلش کنیم، یه هیئت تحقیق درست کنیم با خود جمهوری اسلامی ببینیم چی شده. که خب خیلی مسخره است که شما نمیتونید یه هیئت تحقیق درست کنید با خود متهم. داستان آرژانتین یعنی همون آقای نیسمن اعتراض کرد و شد معترض به نزدیکی دولت آرژانتین با جمهوری اسلامی برای انجام معاملات و متهم کرد که رئیس جمهور و دولت میخوان پرونده رو مختومه اعلام کنن، ببندن، به محاق ببرن تا بتونن این قرارداد شیرین اقتصادی و خرید نفت از جمهوری اسلامی رو انجام بدن و صادرات بخشی از محصولات آرژانتین به جمهوری اسلامی. من یه اشاره کوتاهی بکنم به اینکه در اون سالی که این دو عملیات، در اون موقعی که این دو عملیات انجام شد، بسیار دوره بسیار مهمی بود، یه گردش بسیار تاریخی در جمهوری اسلامی در اون دوره انجام شد و بسیار مهمه این دو انفجار. حالا سوای این که حالا بخوام وارد ریز عملیات ما نمیخوام بشیم، ولی از نظر استراتژیک و سیاسی بسیار اینها مهم بودن. اخیراً یعنی همین چند ماهی که دعوا بین دو جناح حکومتی بالا گرفت بر سر روابط با آمریکا و منافع استراتژیک اینکه جمهوری اسلامی به کدوم سمت بره، خب بحث همون دوران هم شد و خیلی از مسائل هم روشن شده در اون دهه آغاز دهه 90. چرا مهم بود اون موقع؟ برای اینکه اون موقع جنگ سرد پایان یافت، یعنی در آغاز دهه 90 جنگ سرد پایان یافت، دیوار برلین فرو ریخت، اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و آمریکای لاتین تغییر کرد، در خاورمیانه هم گروه های به اصطلاح سوسیالیستی تضعیف شدن، طرفداران گروه های چپ تضعیف شدن، یه خلایی به وجود اومد. همون موقع هم یک کنفرانس مادریدی تشکیل شد برای صلح بین عرب و فلسطین. اون موقع جمهوری اسلامی یک انتخاب استراتژیک باید بیکرد و اون انتخاب این بود که خب خمینی مرده بود، جنگ با عراق تموم شده بود، رفسنجانی رئیس جمهور شده بود، نیاز داشتن به روابط خوب اقتصادی با دنیا. یک گردش استراتژیک این بود که می اومدن با دنیا آشتی میکردن، دست از تروریسم و خشونت بر می داشتن، می اومدن با این روند جدیدی که در خاورمیانه شکل گرفته بود پروسه صلح همراهی میکردن. خامنه ای اومد در سال نه همون سال 91، اکتبر 91، پیام بسیار تندی به کنفرانس مادرید داد، مخالفت خودش با صلح بین اسرائیل و فلسطینیان اعلام کرد و به کمک جهاد اسلامی، حماس و سوریه و حزب الله لبنان پرچمدار مبارزه با صلح شد، جبهه مقاومت رو تشکیل دادن، محور مقاومت رو تشکیل دادن. بنابراین اون یه نقطه استراتژیک گردش جمهوری اسلامی بود که به جای حل مشکلاتش با جامعه بین‌المللی به سوی تروریسم بیشتر و خشونت بیشتر روی برد. یعنی این یک نقطه است که از اونجا دو شاخه عمده پیدا میشه، منظور این هست نیست؟ بله. ببینید جمهوری اسلامی با اون دو عملیاتی که کرد، البته همون موقع بلا فاصله بعد از کنفرانس مادرید حزب الله لبنان عملیاتش گسترش داد، اسرائیل تلافی کرد، عده‌ای از رهبران حزب الله رو کشت و بسیاری معتقدند که این دو عملیات در آرژانتین به تلافی این دو به تلافی ضرباتی بود که حزب الله در لبنان خورده بود و می‌خواستن کلا خشونت رو بالا ببرن. در دهه 90 عملیات تروریستی در داخل اسرائیل رو هم افزایش دادن. یعنی این گردش تاریخی و استراتژیک جمهوری اسلامی در آغاز دهه 90 بود. این دو انفجار در آرژانتین رو به اعتقاد من باید از اون دید. اتفاقا اشتباه بزرگ رفسنجانی هم بود. این روند، این تغییر مسیر، این تغییر استراتژیک، انتخاب استراتژیک، تغییر که ندن، این انتخاب استراتژیک دست سپاه قدس، دست سپاه و دست خامنه ای رو در تعادلات داخل رژیم بالا برد. خامنه ای قوی تر شد در اون صحنه نبرد با اسرائیل و کارهای تروریستی. اشتباه استراتژیک رفسنجانی اینها بود، دست خامنه ای رو باز کرد. منظورم این که
این دو یعنی ببخشید آقای دایی، اینی که میگین اشتباه رفسنجانی اینها بود، چون اشاره کردین یک جناحی بعد از مرگ خمینی میخواست که تروریسم و اینا پایان پیدا کنه و بعد با دنیا مناسبات بهتری داشته باشه. نه، من اعتقاد دارم که اتفاق عملیات تروریستی، حتی ترور اپوزیسیون در خارج کشور، خود رفسنجانی هم دخالت داشت. ببینید اینها رفسنجانی، جناح رفسنجانی بعد از مرگ خمینی و جناح خامنه‌ای و سپاه، اینها در به اصطلاح در یک تقابلی با هم هستند، یه تضادی هستند در چارچوب نظام، باید یادمون باشه در چارچوب نظامه و نحوه نگرششون به روابط بین‌المللی هم فرق میکنه. رفسنجانی اون موقع خب خیلی تلاش کرد که گروگان‌های حزب الله در لبنان آزاد بشن، چون حزب الله قوی‌تر شده بود دیگه احتیاج به گروگانگیری نداشت. اشتباهی که منظورم اینه که رفسنجانی اینا کردن در این بود که نمی‌دونستان که این ترورها و این عملیات‌ها در نهایت به نفع خامنه‌ای و سپاه تموم خواهد شد و خودشون جناب خودشون پایین می‌کشن، یعنی سر درست سر منافع استراتژیک نظام اومدن این عملیات تروریستی رو خود رفسنجانی و فلاحیان و اینها بودن، اینها تیم رفسنجانی بودن انجام دادن. ولی دست کی رو بالا برد در تعادل داخل رژیم؟ دست خامنه ای. مثل همین امروز الان حرفایی که ظریف و روحانی میزنن تو مذاکرات هسته‌ای، کش دادن ها، این مقاومت های بیهوده که سر مذاکرات هسته‌ای میکنن، دست کی رو بالا میبره داخل نظام؟ دست خامنه ای رو. یعنی اینا خودشون نمیدونن که خیلی از کارهایی که میکنن تو تضادهای خودشون هم به نفع خامنه ای تموم میشه. منظورم اینه که در دهه آغاز دهه 90 این انتخاب استراتژیک نظام در تقابل با پروسه صلح در خاورمیانه، مقابله با اسرائیل، عملیات تروریستی در آرژانتین و داخل خاک اسرائیل، یک تغییر، یک انتخاب استراتژیک بود که آثارش رو امروز رو هم میبینیم. و اتفاقا رفسنجانی اینا اون موقع درک درستی نداشتن از این که به کجا داره این مسیر میره. خب دو تا پرسش اینجا مطرح میشه آقای دایی. یکی این که این انتخاب استراتژیک آیا پس از مرگ آیت الله خمینی هست، یا اینکه از روز نخست نشستن آقای خمینی بر اریکه قدرت یک همچین انتخابی بود با عملیات گروگانگیری و با عملیات دیگه‌ای که انجام شد؟ یکی بله، من اتفاقا مطلب خودم رو که گفتم تغییر استراتژی تصحیح کردم، گفتم انتخاب استراتژی. ببینید در درست میفرمایید، خمینی از روزی که اومد در ایران ارتش صدام رو به قیام دعوت کرد، یادم هست که در اون گزارشی هم که درست کرده بودم حتی فیلم صحبت‌های خمینی رو پخش کردم که بعد از ترور رئیس جمهور مصر انور سادات، مردم مصر رو به قیام، خمینی به قیام علیه رئیس جمهور جدید یعنی حسنی مبارک، ارتش اون کشور رو به کودتا علیه حسنی مبارک دعوت کرد، بعد حزب الله رو تأسیس کرد. یعنی از همون روز اول انتخاب خمینی این بود، انتخاب نظام این بود، دخالت، تروریسم، صدور انقلاب بود. ولی وقتی که خمینی مرد و اقتصاد کشور ویران بود و خمینی اومد فرمان قتل سلمان رشدی رو داد که روابط با دنیا رو خراب کرد، ولی از همون موقع دو گرایش داخل نظام اومدن بالا، یکی گرایش رفسنجانی بود، یکی خامنه‌ای و سپاه، که برخورد سابقه یعنی دهه خمینی رو ادامه بدیم یا نه بیام کمی بهبود بدیم رابطه رو، تنه زدایی کنیم و مهمتر از همه رابطه با آمریکا داشته باشیم. من عرض کردم انتخاب استراتژی به این معنا که خامنه ای و سپاه و با همراهی رفسنجانی که اشتباه کرد ابعادش رو نمیدید، اومدن انتخاب کردن که همون مسیر خمینی رو در ابعاد جدید و حتی بالاتری ادامه بدن. بنابراین انتخابی بود برای ادامه مسیر سابق، نه تغییر استراتژی. و یه نکته رو هم اضافه کنم برای اینکه ببینیم چقدر بود، اینه که خب رفسنجانی دنبال رابطه با آمریکا یا بهبود رابطه با آمریکا بود و از طریق ژاپن دنبال بهبود رابطه بود. این حرفایی که اخیرا خود رفسنجانی هی خاطراتش منتشر میکنه میگه. یه نکته بسیار مهمی رفسنجانی در مورد همون دوره، همون دوره که عرض کردم انتخاب استراتژیک میگه. ببینید وقتی اتحاد جماهیر شوروی فرو ریخت، فرو پاشید، مسئله تامین انرژی گاز برای انرژی برای اروپا بسیار مهم شد،
چون که یا باید از روسیه وقتی که شوروی از هم پاشید یا باید از روسیه می خریدن که وابستگی شدیدی بود که الان هستن، ولی دنبال این بود اروپا که بتونه گاز آسیای مرکزی یعنی ترکمنستان و بقیه رو که بسیار منابع گاز وسیع هستن این رو به اروپا منتقل بکنه که از این وابستگی به روسیه خلاص بشه. بهترین مسیر از ایران بود، مسیری که میتونست بره. رفسنجانی در خاطراتش مشکل کرده میگه اون موقع من دنبال این بودم که این مسیر بشه، لازمش هم این بود که آمریکا موافقت بکنه. آقای دایی اشاره کردید به این نکته که این نکته رو درک نمی کنن. اشاره دقیقی است، به خصوص این که نمونه خیلی روشن در همسایگی ایران ترکیه هست که سالیان سال میخواد به اروپا بپیونده، اما به خاطر کارهایی که متناسب با اروپا نیست همچنان در پشت دیوار مونده. یعنی یه تناقض در سیاست داخلی یا سیاست منطقه ترکیه و تمایلش برای پیوستن به اروپا. این یه موضوع. یه موضوع دیگه این که آیا رفسنجانی یا گروه رفسنجانی یا هر کس دیگه اشتباه کرد یا نه؟ به هر حال شما وقتی به سابقه نگاه میکنه آقای رفسنجانی و بقیه تمام منیات و خواستاشون از طریق تروریسم پیش بردن، از طریق ترور پسرعلی منصور و بقیه، یعنی جزء طبیعت فکر و اندیشه و هر چی که بوده. بله، عرض کنم که ببینید این نکته بسیار مهمیه که بالاخره توی نظام همین الان نظام دنبال اینه که مثلا یک نوع حتی ظریف، روحانی، همین جناب رفسنجانی یک مدل چینی رو با آمریکا برن. یعنی چی؟ یعنی آمریکا بیاد همونطور که در دهه 70 میلادی با چین دوست شد و شریک شد در منطقه آسیای جنوب شرقی، بیاد با جمهوری اسلامی هم شریک بشه برای صلح و ثبات در منطقه، برای مبارزه با داعش، آرامش و و و با هم دوست بشه. درست؟ خب اینو مثلا میگم و واقعا خوب فکر میکنن میتونن بکنن. اشتباهشون کجاست؟ اشتباهشون اینه که شما نمیتونید با آمریکا شریک بشید در این حال دنبال نابودی اسرائیلی، در این حال حزب الله لبنان و قاسم سلیمانی در و گروه های شیعه در سوریه مردم قتل عام میکنن، در این حال ده ها گروه شیعه در عراق گروه های به شدت افراطی کنترل رو به دست گرفتن. شما نمیتونید با یک همچین کسانی که بتونید شریک آمریکا بشید که این شما ضامن صلح که نیستید. بنابراین اشتباهشون اینه که در این حال که اجبار دارن، ببینید اجبار داره نظام در منطقه، این نظام ولایت فقیه که بجز استفاده از حزب الله و سپاه قدس که نمیتونه کارش جلو ببره، در این حال اشتباه میکنن که فکر میکنن با اینها میتونن با آمریکا شریک بشن. حالا برگردیم به اون دوره که اتفاقا الان محصول همون انتخاب بعد از مرگ خمینیه. بعد از مرگ خمینی رفسنجانی خودش میگه، در خاطراتش میگه، میگه من خواستم رابطه با آمریکا رو بهتر بکنم، ایران رو بتونیم مرکز محل عبور انرژی از ترکمنستان و بقیه آسیای مرکزی به اروپا بکنم، بتونیم یک نوع با آمریکا کنار بیام. حتی همون موقع به شرکت کنوکو آمریکایی رفسنجانی پیشنهاد استفاده از یا استخراج در پارس جنوبی رو داد، قراردادی به 2 میلیارد دلار و این چراغ سبزی بود که حتی بیل کلینتون موافق بود که این انجام بشه، که بعد به خاطر عملیات تروریستی که جمهوری اسلامی کرد در آرژانتین و بعد در خبر عربستان کلینتون هم عقب کشید. یعنی ببینید در این حال که رفسنجانی میخواد این تغییر استراتژی رو برای نظام بده، یعنی رابطه با آمریکا، قرارداد با آمریکا، بهبود رابطه با آمریکا، عبور انرژی از داخل ایران، بهبود رابطه با اروپا بکنه، در این حال میان خودشون کارهای تروریستی در آرژانتین، در خاورمیانه، ده ها عملیات در خاورمیانه و بعدم نهایتا در 1996 در خبار عربستان که دیگه نقطه پایان بود و تحریم ها علیه جمهوری اسلامی شروع شد. یعنی تمام میز به هم ریخت. حالا بنابراین شما این اشتباه رفسنجانی اینا این بود که فکر میکردن با
با انجام عملیات تروریستی و بمبارزه اسرائیل میتونن با آمریکا هم دوست بشن، میتونن این تغییر استراتژی بدن. طبیعت حکومت و اندیشه حکومت دینی چی هست؟ لازمه ولایت فقیه. ببینید این بحثی که همه امروز مطرحه، هر ناظری الان به مسائل ایران نگاه کنه، هر کسی تو دنیا نگاه کنه میگه آقا چی اینقدر چسبیدید به 10000 15000 سانتریفیوژ قرازه، حالا برفرض یه بمب هم داشته باشید، این همه تحریم، انزوا، اقتصاد ورشکسته، شما که محل بزرگترین منابع انرژی جهان در ایران نفت و گاز، چرا دنبال دردسر و دعوا با دنیایی؟ آخه چرا وقتی مردم ایران پول ندارن، هیچی ندارن، فقیرن، گرانی، فقر، بیدارویی، آلودگی هوا، میرید میلیاردها دلار در سوریه و در لبنان و در عراق خرج میکنید؟ خب این ولایت فقیه. اگه کسی نفهمه که چرا جمهوری اسلامی برای بقای خودش نیاز داره این خرج رو بکنه، برای اینکه درک درستی از نظام ولایت فقیه نداره. نظام ولافقی بنبسته. ببینید الان بحث اتمی، ببینید بنبستی که میگم یا اشتباهی که اشتباه برآوردی که روحانی و ظریف دارن اون موقع رفسنجانی داشت در آغاز دهه 90 و اینا امروز دارن اینه که فکر میکنن با این نظام ولافقی میتونن سازش هسته‌ای بکنن با دنیا هم کنار بیان. امکان پذیر نیست. جو این تضاد سیستمه. اینو آقای دایی اشاره کردن، این یه ورق از است، اشتباه میکنن و تصور درستی ندارن از جهان معاصر و سیاست خارجی و هر چی که است. طرف دیگه پس اون به چه امیدی هست؟ فرض کنید آقای اوباما، دولت اوباما، برخی دولت‌های اروپایی، اونها آیا فقط مساله اقتصادی آگاهی دارن که حکومت ایران چون این خصوصیت و خصلتی متضادی در درونش داره؟ آیا اینه یا امید دارن که این حکومت به راه بیاد در جهت هر چه که هست، هر خواستی، مسئله‌ای که هست، منطقه یا هر چه که هست، به چه امیدی این بر مماشات میکنه؟ یا هر ببینید در آمریکا خوب از روز اول که جمهوری اسلامی اومد میبخشید بالاخره گروهی بودن که دنبال کنار آمدن با جمهوری اسلامی بودن، بعد دیگه آرام آرام شد از جناح مثلا رفسنجانی حمایت بکنیم، بعد شد جناح خاتمی، بعد شد اصلاح طلب، بعد شد پراگماتیستا، بعد شد چی تا رسیم به امروز. خب دنبال این بودن همیشه. من فکر کنم آقای اوباما یک مدار هم حتی بالاتره. من شخصا اعتقاد دارم تیم ایشون و عده زیادی پیرامون خودش به طور ایدئولوژیکی با خیلی از مسائل جمهوری اسلامی مشکلی ندارن، با خیلی از کارهای جمهوری اسلامی. این حرفی که آقای اوباما زد چند هفته پیش که اگه مسئله هستیمون با جمهوری اسلامی حل کنیم، مثلا توافقی داشته باشیم، جمهوری اسلامی میتونه خیلی در منطقه یه نیروی قدرتمند موفقی بشه. خب این درک درستی معلوم آقای اوباما اصلا سیاست های منطقه جمهوری اسلامی نداره، یا براش مسئله ای نیست، که من فکر کنم براش مسئله ای نیست. اینکه آقای اوباما کسی رو به تظاهرات پاریس علیه تروریسم در مورد شالی ها نفرستاد، این خودش گویاست. نوع برخورد این تیم آقای اوباما فراتر از مماشاته به اعتقاد من. اما ببینید داخل نظام، من اول یه توضیح بدم که اتفاقا اون انتخاب استراتژیک دهه 90، اینکه رفسنجانی اون موقع اشتباه که این موقع ظریف اشتباه میکنه کاملا مشخص بشه و ببینیم چقدر آقای اوباما اشتباه میکنه. ببینید جمهوری اسلامی الان در چه وضعیه در برنامه هسته‌ای؟ جمهوری اسلامی قبل از اومدن روحانی و کمی قبلش، چون مذاکرات قبلش شروع شد، یه سیاست تقابلی به قول خودش داشت، همون سیاست که خامنه ای پشتش دید. خب این به بنبست خورد، نمیتونست ادامه بده. یعنی این مسیر خامنه ای رو دیگه نمیتونست ادامه بده، مجبور شد به مذاکره تا اومد یک قرارداد موقتی بست تو ژنو بست. درست؟ این قرارداد موقت وسطه، یعنی نه صلح نه جنگ. خوبش این بود تا تگ میرفت قرارداد جامع رو میبست، اون حرفی که ظریف و روحانی میزنن، اونم نمیتونه بره. الان یک سال و نیمه دارن با دوره روحانی مذاکره میکنن، از سال 2012 هم شروع شده بوده، یعنی الان ببینید 3 ساله. عذر میخوام
2013 مارس 2013 یعنی الان دو سال و تقریبا نیمه کمتره 2012 عوض میخوام مارس 2012 درسته در دقیقا سه ساله الان. خب ببینید پس اینا مسیر خامنه ای رو نمیتونستن ادامه بدن، اومدن این قرارداد موقت رو بستن تا تم نمیتونن برن، یعنی سازش و جام زرعرسی هم نمیتونن ادامه بدن. این تضاد جمهوری اسلامی نمیتونه این رو تبره. اگه اینو بخواد بره مسیر خامنه ای رو بره مسیر قبلی، میشه تحریم های بیشتر، نارضایتی های مردم، تقابل با جامعه بین المللی، بنابراین غیر قابل. اینو بخواد بره میگه من اینو برم جام زهره بعد عقب نشینی کنم، در داخل تضعیف میشم، در منطقه تضعیف میشم، ممکن قدرت رو از دست بدم. این تضاده، اینو روحانی و ظریف نمیبینن. روحانی و ظریف اینها تصور میکنن که میتونن با این نظام فلات فقی با غرب با دنیا به سازش برسن، مثلا سر خامنه‌ای هم شیره بمارن کلاه بذارن، سر اوباما هم کلاه بذارن. فرمایش متین، اما پرسش همچنان به قوت خودش باقی. پیش از این پرسش این نکته مطرح هست که اشتباه کردن، شما اشاره میفرمایید اشتباه برآورد، ببینید اشتباه برآورد از دنیا، اشتباه برآورد از قدرت خامنه‌ای و سپاه. مثلا ظریف سال گذشته اومد در سخنرانیش و حرفایی که زد، مسیری که میرفتن چی بود؟ هدفشون این بود یک که ما میتونیم با کش دادن مذاکرات و با سیاست لبخند و دیپلماسی لبخند و اینها و با ارائه قراردادهای جذاب نفتی چیکار کنیم؟ تحریما رو کمرش رو بشکنیم، خیلی کمپانی ها بیان آرام آرام تحریما فرو بریزه اصلا خودش. خب یه سال نیم شده نشده، فرو نریخت تحریما. خب این اشتباه بله. دیگه نه ببینید نتیجه شما از دید خود همون مسئولانی که شما بهشون اشاره میکنید وقتی نگاه میکنید میبینن در خبر عربستان عملیات تروریستی داشتن، در لبنان داشتن و در جاهای دیگه ترور فردی بسیار زیاد داشتن، ایرانی های خارج از کشور، از دکتر شاپور بختیار تا شرفکندی تا دکتر سیروس الهی عبدالرحمن برومند، همینطور شما دارید میریم ما بسیار تیمسار اویسی و و و و و بسیاری دیگه، دکتر قاسملو، دکتر رجوی و خیلی ها رو که باید. خب همه این کارا رو کردن، اتفاقا دیدن که این برای قضیه همون دوره کلینتون هست، شما اسناد رو قطعا دیدید که از عربستان سعودی و جاهای دیگه تقریبا تلاش میکنه واشنگتن که خاک روی نقش جمهوری اسلامی تو این ترور رو بپاشه. میبینن که با این کارها پیش بردن هدفهایی رو که دارن، نتیجهش این میشه که همین امروز روز آقای اوباما هم خود شما اشاره کردید، آقای ظریف و اوباما دست در دست هم کنار دریاچه و برکه هم در پاریس قدم میزنن و حتی در آرژانتین هم این خبر هست، شک هست که به خاطر جمهوری اسلامی سر دادستان کشورشون رو زیر آب کردن و همه اینو در نتیجه چرا فکر کنن که اشتباه کردن وقتی میبینن چون این نتیجه ای داده؟ یک این، دو این که برنامه اتمی رو به اینجا رسوندن، قطعا به طور دقیق دیدید آقای اوباما در کنفرانس مطبوعات مشترکش با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و الان هم در جریان هست برای بینندگان من توضیح میدم، ولی هیچ مخالف خواهم بود ایشون صراحتن گفت با طرح کنگره برای تحریم های بیشتر چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسه، اما چه طرحی هم برای بعدش دارین مشخصا هیچی ندارین. خیلی خوب با این مخالف از این، ولی اگه مخالفین چه کار خودت شما خواهید کرد؟ اونم هیچ چیز مشخص، همه گزینه‌های روی میز هست ولی عملا هیچ. این نتیجه میگه شما وقتی نگاه کنی از موزه خامنه ای میبینید که در دو زمینه موفقی، حالا تحریم ها پدر مردم ببخشید زیر تحریم ها خورد شده کمرشون، مهم نیست چه اشکال داره. وزیر معاون وزیر اقتصاد هم میگه ما با 25 دلار هم اداره میکنیم. بله اولا که خب وزیر اقتصاد که حرف مفت میزنه. بله عرض کنم که ببینید جناب چالنگی، به اعتقاد من خیلی مهمه که اشتباه جمهوری اسلامی رو اینجا هر دو جناح عمده، یعنی جناح رفسنجانی، روحانی، ظریف، خاتمی یک طرف، جناح سپاه خامنه ای، اشتباهشون رو ببینیم چیه، که همون انتخابی که دهه 90 کردن همین حرف هر دو جناح تصور غلطی داره.
هر دو جناح هم در بخشی از چیزا راست میگن. ببینید خامنه ای به ظریف و روحانی اینها میگه که تنها راه ما تقابله با جامعه بین‌المللیه، مثلا درست همین تروریست با زور. ببینید الان قاسم سلیمانی اومده منطقه رو گرفته، ما اهرم داریم، هیچ کاری نمیتونن با ما بکنن، تو مذاکره دستی هم مجبورن کوتاه‌تر بیان. این حرفی که خامنه ای میزنه. از اون طرف روحانی ظریف بهش جواب میدن که آقا این حرفا درست تو میگی، درست در ظاهر داری با زور کارتو پیش میبری، ولی اون طرف تحریما رو نمیبینی؟ اقتصاد تو ورشکست کرده، 80% درآمدو تو دست دادی. یک کشوری که رو دریای نفت و گازه فقط با 70-80 میلیون آدم جمعیت در فقرن، نارضایتی، مردم در آستان انفجارن، این که برای تو ثبات نمیاره. درست آمریکا باید کاری نداره، ولی اینکه ثبات نمیاره که، هر لحظه ممکنه مردم منفجر شن دوباره بزن 5 سال پیش سقوط بکنی، برای ما ثبات نمیاره که. خب راه حل چی میدن؟ راه حل میگن ظریف و روحانی و رفسنجانی و اینها میگن با دنیا یک کمی آشتی کنیم، مردم هم یک کمی آشتی کنیم، یک کم یک کم. این اشتباهشونه. یعنی ببینید خامنه ای همونطور که فکر میکنه با تقابل میتونه کار پیش ببره جلو، اشتباهش کجاست؟ تحریم ها و فشار ها و ورشکستگی کل نظام رو تا 36 سال نمیبینه. نظام ضعیفتر شده دیگه، در ظاهر زور داره، بسیج داره همه جا، ولی ثباتش کمتر شده، مردم در آستان انفجاره. این اشتباهش. ظریف و روحانی نام فکر میکنن با کمی شل دادن و آشتی میتونن نظام رو تثبیت کنن. اینها هم اشتباه میکنن، اشتباهشون خامنه ای داره بهشون خوب تذکر میده، میگه آقا تو فکر میکنی با دنیا یک کم عقب بشینی تا تبعد بری. از مسئله اتمی شروع میکنن، بعد موشکی، بعد حقوق بشر، بعد منطقه ای و و و و در داخلم یک کمی شل بدی مردم میریزن تو خیابون. ببینید هر دو درست میگن، روحانی و ظریف و رفسنجانی که به خامنه ای میگن آقا سیاست تهاجمی تو باعث تحریم و تضعیف نظام و خطر سرنگونی، درست میگن. خامنه ای هم که به اونها میگه آقا یک کمی شل بدیم تا تبعد بریم، درست میگن هر دو. این بنبست نظامه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه سازش هسته‌ای بکنه، نمیتونه تقابل کنه، این وسط گیر کرده. این به کجا میانجام میتونه به کجا بیانجام آقای دایی؟ یعنی مسیر حرفی که چند سال پیش عبدی زد از خود اینا، اون مسیر تضعیف روزافزون نظام. ببینید ما عادت داریم همیشه که شاید مثلا یه دفعه سقوط بکنن، منحنی رو باید دید. جناب چالنگی الان قاسم سلیمانی در منطقه فکر می‌کنیم قدر قدرته، الان جمهوری اسلامی بیشتر در منطقه قدرت و نفوذ داره یا 5 سال پیش؟ در ظاهر ممکنه الان باشه، اینطور که نیست. الان باید میلیاردها دلار خرج کنه، در حقیقت اشغال نظامی کرده سوریه رو، در جنوب عراق اشغال نظامی کرده، تضاداش بیشتر شده، نیازی به این نداشت، نفوذ داشت، دولت ها باهاش بودن، دولت بشار اسد و دولت نمارکی، مجبور شده برای فرار از جلو بیاد خودش رو تضعیف کنه، بره دخالت نظامی بکنه. خب نتیجه این چی میشه؟ اینکه شما سازش هسته‌ای نمی‌کنی، تحریما هست، مخارج نظامی هست، قیمت نفت اومده، روز به روز فرسوده تر میشی، روز به روز ضعیف تر میشی، تا به یه نقطه بعد برسه. ببینید جناب چالنگی، این که من میگم هر دو جناح اشتباه میکنن به خاطر تضاد داخل سیستمه، راهی ندارن. اینا یه تصوراتی دارن، اینا فکر میکنن میتونن با دنیا با داشتن ولایت فقیه آشتی کنن، این یکی هم فکر میکنه میتونه با دنیا تقابل بکنه با زور و تروریست تا ته بره. هر دو اشتباه میکنن، نتیجهش چه خواهد شد؟ بالاخره باید یه نقطه اینا انتخاب کنن، این دو مسیر رو هدران وسطش میرن، باید این دو مسیر رو انتخاب کنن، یکیش انتخاب کنن. هر کدوم رو انتخاب کنن نتیجهش این میشه که این فرسایش بیشتر یه جا میرسه جمهوری اسلامی مجبور انتخاب کنه، یا باید میز رو به هم بزنه به تقابل تمام عیار با نظام بین المللی بره، که فکر نمیکنم بکنه همچی کاری رو، فکر نمیکنم بتونه، یا مجبور جام زهر هسته‌ای و جام زهر منطقه‌ای رو سر بکشه. اون موقع عواقب بسیار خطرناکی برای نظام داره، حرفی که خامنه ای و سپاه دارن میزنن. بنابراین این بنبست نظام رو اگه ببینیم متوجه میشیم که چرا اون موقع رفت ترورای آرژانتین انجام داد، برای که نیاز داشت، و چرا رفسنجانی اینا فکر میکردن با انجام ترور اشتباه میکردن، با انجام ترور میتونن با دنیا دوست بشن،
و نمیدید رفسنجانی که با این کارا نه تنها اون سیاست کلی زیر علم از سوال میره، بلکه خامنه ای هم بالا میکشه. این اشتباه استراتژیک رفسنجانی بود که بخشن مجبور به انجام آنج بود، یعنی اشتباهی بود که از روی ناچاری هم هست. این تضاد داخل سیستمه. شما اشاره کردین اگه جام زهر هم بالا بکشن، سر بکشن، این باز مشکلاتی خواهد داشت. اما چرا؟ جام زهر پایان جنگ رو، جنگ مصیبت‌های بسیاری برای ایران داشت و برای عراق هم، اما آقای خمینی جام زهر رو بالا کشید، چه مشکلاتی برای حکومت به وجود اومد، برای مردم بسیار، برای معلول جنگی که الان بر تخت افتاده و دارو نداره، جوان نازنین آن زمانی که جلو مادرش الان پرپر میزنه، شیمیایی شده و از هیچ خدماتی برمن نیست، برای اونو مشکلات ایجاد شد، بله. اما برای حکومت به جام زهر آقای خمینی سر کشید. الان نگه سر بکشید چه مشکلی هست؟ میگه نیروی سرکوب داریم، مسلط هستیم، مشکلات از کجا شروع میشه؟ ببینید پاسخ به این، خب اولش اینه که اگه به همین سادگی چرا سر نمیکشن؟ سال 2003 که دنیا حاضر بود کلی به اینها امتیاز بده سر سازش هسته‌ای، اون موقع هزار تا مثلا سانتریفیوژ قرازه داشتن رها میکردن، کلی هم امتیاز میگرفتن، صدام هم که سقوط کرده بود، دنیا هم که با اینا روابط اقتصادی داشت، خب چرا نکردن آقای چلنگی؟ چرا تو این 12 ساله نکردن بعد از اون تالا یک کشش میدن؟ اگه خیلی همش فایده داره، یا جنگ رو کی خمینی پذیرفت اگه هیچ ضرری نداشت؟ چرا جام زهر سرکشی موقعی که چاره ای نداشت؟ کم بود صدام بیا تهران رو هم بگیره، یعنی در آخرین لحظه دستش رو بالا برد. بعدم اون موقع خمینی بود، رژیم هم قوی تر بود، خمینی بود تو داخل نظام، نه خامنه ای که ضعیفه، تونست جام زهر رو سر بکشه. ولی چیکار کرد خامنه ای که تازه میخواد جام زهر سر بکشه؟ زندانیان سیاسی رو قتل عام کرد، حتی نهضت آزادی اینا هم دستگیر کرد، سرکوب مطلق رو به پیش برد، فرمان قتل سلمان رشدی داد که رابطه با دنیا خوب نشه، برای اینکه رابطه بد با دنیا برای این سیستم مورد نیازه، دشمنی با آمریکا، دشمنی با اسرائیل. شما اگه اینو نداشته باشید اصلا سپاه بسیج ندارید، راهیان نور رو نمیتونید ببرید، 1,000,000 تو جبه ها ازشون اشک بگیرید و از اونها یارگیری کنید برای بسیج و برای سرکوب. سیستم سرکوب داخل کشور، سیستم ولایت فقیه، اصلا مشروعیتش به جنگ با استکبار، جنگ با نظام های استکباری آمریکا و اسرائیل. اینو شما اگه ازش بگیرید اصلا دیگه بی‌معنا میشه، فرو میپاشه، انگیزه برای جذب نیرو نداره در داخل ده. که بتونه سرکوبش رو ادامه بده. اصلا این اصطلاح جام زهر هسته‌ای از کجا اومده؟ خودشون میگن جام زهر رابطه با آمریکا، محسن رضایی اولین بار مطرح کرد جام زهر رابطه با آمریکا. خب این اصطلاح جام زهر خودشون میگن، اگه فقط برای این حکومت برکات و خیرات و منفعت داره، پایان جنگ، سازش هسته‌ای، رابطه با آمریکا، خب همه اینا ظاهرا معلومه داره. ولی این نظام، نظام ولایت فقیهه، نظامی که از گلوی مردم، سفره مردم در میاره، بقای خودشو در این میبینه که این پول رو خرج حزب الله لبنان و گروه های شیعه عراقی و بشار اسد بکنه. این نظام ولایت فقیهه که میره تروریست در دنیا انجام میده. حالاش برای اینکه برچسب دیگه روی جام زهر گذاشته بشه به اسم نرمش قهرمانانه، هم ظاهرا مشکلات حکومت رو حل نکرده در اینجا. نه نرمش قهرمانانه یعنی همین وسط، یعنی نه جنگ نه صلح. اگه تا تش میرفت میشد جام زهر. نرمش قهرمانانه یعنی همین وسط، نه این طرف نه اون طرف، نشانی از آشمزی حکومت. ببینید همین انفجار آرژانتین، بالاخره این حکومت اون موقع عقل کدوم رو حکم میکرد؟ سال 91-92 همین که رفسنجانی تو خاطراتش نوشته، نوشته که نیازوف اومد در ایران، محمد اومد، علیوف اومد، ما میخواستیم گاز ترکمنستان از ایران ببریم، پاشد رفت ژاپن، اونجا صحبت کرد، اومدن که با رابطه با آمریکا رو بهتر کنن، پیشنهاد قرارداد داد به کنوکو، به کمپانی آمریکایی. خب دنبال این بودن دیگه، درست؟ خب ظاهرا عقل چی حکم میکرد؟ حکم میکرد که آقا رابطه خوب با دنیا برقرار کنید، همین گاز و نفت ترکمنستان بیاد برید تأمینید تا ابد. خب چرا نکردن؟ چرا رفتن دنبال تروریسم؟
چرا رفتن؟ وقتی جنگ تموم شد مگه جمهوری اسلامی نیاز نداشت به رابطه خوب با اروپا؟ خب عقل حکم میکرد که آقا وضع اقتصادی خراب، بیا رابطت با اروپا خوب کن. چرا اومد خمینی فرمان قتل سلمان رشدی داد که رابطه رو خراب کرد؟ ما برای درک این که بفهمیم چرا نمیکنه جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی درک بکنیم چرا نمیاد سازش هسته‌ای بکنه. چون بنابراین در پاسخ به این سوال که چه ضرری برای حکومت داره، خب بیاد الان سازش بکنه. از چی ترس داره؟ اولا که چرا نکرده تا به حال، دومی که خودشون میگن جامعه زهر، سوم اینه که در نظام ولایت فقیه باید دید که سازش چه معنی میده. کری و ظریف در کنار دریاچه ژنو قدم زدن یک کمکی، ببینید نقدی چی گفته. گفته اصلا دیگه برای من غیر قابل تحمل شده، از چشم من افتاد. ظریف رئیس بسیج گفته که تو بری با وزیر خارجه آمریکا قدم بزنی. یعنی چی؟ یعنی در افکار عمومی خاورمیانه و مردم دشمنی با آمریکا کاهش پیدا کرده. دشمنی با آمریکا نیاز این سیستم برای بقاست، بنابراین نمیتونن تا تهش برن. این اشکال نظامه. اگرم برن عواقب داره برای نظام، میشه جامعه زهر. بله، در کنار دریاچه ژنو من در ابتدا اشاره کردم در فرانسه. البته آقای ظریف به فرانسه هم رفت، با کری در فرانسه هم بعد از ژنو ملاقاتی داشت. گفتگو میکنیم با آقای حسن دایی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، از تفسیر خبر شبکه ایران فردا به تماشای برنامه نشسته. تا لحظاتی دیگر. آقای دایی، در فرانسه اتفاقی که افتاد، شالی ابدو نشریه، بسیاری بر این اعتقاد هستند که چنین عملیات تروریستی الهام گرفته یا سرمنشأ چنین عملیاتی رو باید جستجو کرد. نکته شما هم اشاره کردید در فتوایی که آیت الله خمینی درباره سلمان رشدی صادر کرد. یعنی میشه بیرون از مرزهای جغرافیایی تحت سلطه نیز رفت و کسی رو فتوای قتلش رو صادر کرد، آنچنان که آقای خمینی انجام داد. این چه اندازه واقع بینانه است، چه اندازه از ستیز با حکومت ایران برمیاد و تفسیر شما رو میشه. عرض کنم که ببینید این عملیات تروریستی که انجام دادن، اگه ما بخوام به صورت فقط منحصر به فرد ببینیم، خب ایده بودن در رابطه با القاعده مادن این کار کردن، و بعد میان میگن خب اینا تکفیری هن، اینا وهابی هن، بریم بیریم تو عربستان کدوم مدارس بود. این درک درستی از این مسئله نیست. ببینید این نوع از اسلام، حالا بحث این که اسلام چیه و اینها بماند، من نه متخصص اسلامم نه فکر میکنم واردش باید بشم الان. ببینید این نوع از اسلام که این نوع تروریسم انجام میده، دشمنی با آمریکا و تمدن غرب، تمدن دنیای جدید داره، میخواد برگرده به زور به هزار چند صد سال پیش. این نوع طرز تفکر نه به خاطر عربستانه نه به خاطر القاعده است. ببینید بعد از فروپاشی عثمانی کشورهای مسلمان تحت اشغال مثلا بریتانیای کافر در آمد، این کشورها در این کشورها خب مدرنیته هم رشد کرد، افکار جدید اومد، حتی اسلام رو با نگاه جدید دیدن. یه عده هم روی آوردن به اسلام سنتی. اون اسلام واپسگرای امروزی در مصر شکل گرفت، اخوان المسلمین، حسن البنا، اینها شکل گرفتن. اون ریشه اصلیش بود. ایدئولوگ اینها هم سید قطب بود که در دهه 50 ایدئولوگ اینها بود. بعدم عبدالناصر، جمال عبدالناصر در مصر رو گرفت و این آقا رو اعدام کرد. این ایدئولوگ بنیادگرای جدید و این تروریسمه، یعنی دشمنی با غرب، دشمنی با تمدن، بازگشت به اسلام برای حفظ امت اسلام، دشمنی با یهودیت، دشمنی با اسرائیل، زن ستیزی بیمارگونه، اینا همش سید قطب سمبولش بود.
سید قطب بیشترین مریداش همین علی خامنه ای که کتاباش ترجمه کرده و این واپسگران ایرانی هستن که خمینی اینها اومدن که قدرت رو به دست گرفتن. در سنی ها هم بود ولی خیلی ضعیف بود. وقتی که انقلاب اسلامی شد، خمینی قدرت رو به دست گرفت، این نوع بنیادگرایی به قدرت رسید. خیلی مهمه. ببینید ما مارکسیست، گروه مارکسیستی خیلی داشتیم، ولی وقتی اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد، وقتی لنین قدرت سیاسی رو گرفت، در سراسر دنیا مارکسیست رشد کرد. حتی با روز مسکو هم مخالف بودن ها. همین که بیاد به نام مارکسیست قدرت رو به دست گرفت، باعث رشد شد. یعنی قدرت گیری بنیادگرایان در ایران توسط خمینی، این نوع اسلام، اسلام غرب ستیز بکش، این رو تثبیت کرد، حکومتی کرد، بهش مشروعیت داد. درست؟ خمینی بود که این گفتمان رو در خاورمیانه، این جمهوری اسلامی بود، گفتمان این که خودتو بکش، دیگران رو بکش، مردم عادی رو میشه کشت، کسی به اسلام توهین میکنه سرش رو ببر، همین فرمان قتل سلمان رشدی، این رو جا انداخت. این نظام بود که با ایجاد ده ها گروه بنیادگرا مثل حزب الله و حمایت از حماس، جهاد اسلامی و در عراق و دیگه، این گفتمان تروریستی و غرب ستیز رو رشد داد. بنابراین درسته که این دو نفری که در پاریس رفتن از جمهوری اسلامی دستور نگرفتن، ولی در کدام بستر رشد کردن؟ در خاورمیانه رشد کردن که جمهوری اسلامی به عنوان پدرخوانده بنیادگرایی این افکار رشد داده. کشتن یه نفر به خاطر کاریکاتور و نوشتن کتاب مشروعه. چرا؟ چون آیت الله خمینی فتوا داده، بزرگترین مرجع، که میشه کشت. ناشران و مترجمان کتاب سلمان رشدی رو ترور کردن در خیلی از کشورها. بنابراین اونهایی که امروز میخوان با مبارزه کنن با تروریسم اسلامی و اسلام بنیادگرا، یادشون نره در خاورمیانه درست یه بخشهایی از سوریه که بیشتر بیابونه و بخشی از عراق و داعش گرفته یا القاعده این طرف اون طرف هست، اون فکر بنیادگرایی که به اینها در کدوم کشور بیشترین تظاهرات رو کردن؟ ارشال یابدو، روزنامه ها اومدن حمایت کردن از این قتل. در ایران همین امروز جمهوری اسلامی پدرخوانده تروریست، پدرخوانده بنیادگرایی جمهوری اسلامی. بنابراین راه مبارزش هم با اینه. اونا که حالا یه عده از چپای آمریکایی اومدن یخه عربستان و اینا میگیرن، درست عربستان هم خیلی ایراد داره این مدارس اسلامی اینا، ولی از نظر این چپ ها تو ایران مسئله ای نیست. چرا؟ چون آخوندا جیغ آمریکایی هم قاطیش کردن، یعنی تو اسلام آمریکا، تو اسلامشون یه جیغ آمریکایی هم قاطی کردن، میکشن. ولی سی بی اس اینجا در واشنگتن در آمریکا برای بینندگان میگیم بسیار بر همین محوره. بله، بنابراین نکته ای که من به نظر میرسه اینه که اولا که ما ایرانی ها اولین قربانی سیستماتیک بنیادگرایی اسلامی هستیم. هیچ ملتی طی 36 سال گذشته اینقدر از این بنیادگرایی رنج نبرده. بیان ببینن زندگی مردم ایران چیه. رفتن گشتن این چپ های آمریکایی، یه نفر در عربستان رو که میخوان شلاق بزنن به جرم سب نبی یا بلاگ نم چی مثلا. خب درسته، خوب کاری میکنین. یادتون رفته در ایران یه نفر زندان الان به جرم سب نبی میخوان اعدامش کنن و محسن امیر اصلانی به این حساب و محسن امیر اصلانی رو اعدام کردن. بله نمیگن اینا رو اصلا نمیگن. چرا؟ چون از نظر این آدم ها، چون جمهوری اسلامی نعره های ضد آمریکایی میزنه ایبی نداره پس خوبه، چون عربستان متحد آمریکاست پس بدی همه از اونجاست. یعنی از این نگاه ضد آمریکایی نگاه کردن، نگاه چپ بیمارگونه، چپ درست که اینه نمیگه که این نه. چپ نیستش که، این توهین به هر نوع چپ و مترقی بودنه. برصد منظور من اینه که مبارزه با بنیادگرایی در گام اول و ایجاد دموکراسی در خاورمیانه در گام اول از مبارزه با جمهوری اسلامی و بنیادگرایی و پدرخوانده بنیادگرایی جمهوری اسلامی. همین نکته ای که شما اشاره میکنید و نکته ای که اشاره کردیم به روی کار آمدن شوروی و ایجاد امید در اروپا و دیگر نقاط جهان برای مارکسیست ها ولو مخالفان شوروی، این حرفش که ثابت شده. اما از طرف دیگه بسیاری هم در همین واشنگتن برخلاف نظریات چپایی که اشاره کردین، اونها درست مکمل همین حرف رو معتقد هستن
برای فروکش کردن اون چی که موج بنیادگرایی اسلامی، افراط، تروریسم اسلامی یا هر چی که نامیده میشه در جهان، این باید منشأ امید رو از بین برد. مثل الان برای تمام این گروه ها و سازمان ها جمهوری اسلامی حکم شوروی رو داره برای مارکسیست های زمان شوروی، اما وقتی شوروی از بین رفت، حتی گروه های مارکسیست مخالف شوروی هم به مرور کم فروغ و از میان رفتن. تا چه اندازه درست هست این نظریه؟ و کاملا درسته. در آمریکای لاتین وقتی که بلوک شرق فرو ریخت، اتحاد جماهیر شوروی هم میرفت، انتقال حتی خیلی آروم انجام شد. تمام کشورها به سوی دموکراسی رفتن، در برزیل، آرژانتین، شیلی خیلی انتقال راحت تره. حتی دیکتاتوری های خاورمیانه هم به خاطر ترس از جمهوری اسلامی که میتونن دوام داشته باشن. بنابراین راه بازگشت دموکراسی به خاورمیانه و آشتی دادن این کشورهای مسلمان با دنیای جدید و این به اصطلاح ریفرم کردن، اصلاحات کردن در اسلام، در گام اول مبارزه با این پدرخوانده ای که در سراسر خاورمیانه به قتل و کشتار مشغوله. کی این گفتمان ها رو ببینید، اینا همین دو نفری که رفتن شالی هبدو، اینا رفتن همون روز در یک فروشگاه یهودی 4 نفر یهودی رو کشتن، بقیه رو بخواستن بکشن که نتونستن. اصلا ذاتی اینو بنیادگرایی یهود ستیزیه. کی داره در این 36 سال دامن میزنه؟ کدوم کشور جهان شده به طور رسمی مرکز یهود ستیزی، رد و انکار هولوکاست، جمع‌آوری تمام نئونازی ها و ضد یهودی ها در ایران به غیر از جمهوری اسلامی؟ چه کسی دامن میزنه به غیر از جمهوری اسلامی؟ خب ایناست کسی که دامن میزنه، گسترش میده به این افکار تروریستی، بنیادگرایانه، زن ستیز، یهود ستیز، ضد تمدن غرب، ضد دنیای مدرن. این جمهوری اسلامیه، این شخص خامنه ایه، اینها هستن پدرخوانده اینا در این بستر. یادمون نره، من همیشه اینو اعتقاد داشتم جناب چالاگی، من مقالات متعدد گذاشتم متعدد در مورد یهود ستیزی در کشورمون نوشتم و اعتقاد زیادی دارم که رابطه بسیار نزدیکی بین یهود ستیزی و افکار بنیادگرایانه اسلامی هست. این برخی از ایرانیان نمیدونن با این ضدیت بیمارگونه ای که شما میتونید منتقد اسرائیل باشید، دامن زدن به این هیستری ضد اسرائیلی و یهود ستیزی، این کمک رسانی به این حکومته. سپاسگزار هستیم آقای حسن دایی عزیز و امیدواریم در برنامه های آینده باز نیز با ما و بینندگان تفسیر خبر باشید و مرور کنیم اون چرا که در ایران، منطقه و جهان در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذره. با سپاسی دوباره از شما. حتما حتما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، الوند کوه، کوهساران دراک، آسماری و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.